سلام به همه واتسفکتی ها، حوالتون خوبه؟ دوستان در این پست میخواییم به تجهیزات مدرن چینی ها بپردازیم. آماده این دیگه بریم بوریم. اول اینکه چینی ها تو همین 10-20 سال گذشته یه اجدهای درونشون زد بیرون از یک کشور فقیر پر جمعیت بی خاصیت، تبدیل شدن به ابرقدرت اقتصادی. دو تا ویروس هم ول دادن تو دنیا، کلا همه چی دست گرفتن. در زمینه نظامی هم پیشرفت خیره کننده ای داشتن، مثلا این هواپیمای جنگنده و رادار گریز و مخفیکار جنگجو J2 که به اژدهای قدرتمند معروف به خاطر نوع طراحیش، میتونه ویژ از دست دشمن فرار کنه. چون رقیب F-22 رپتور هستن و سال 2016 تازه به نیروی هوایی چین پیوستیان. جالبه جوری طراحی شده که ناو جنگی رو بزنه سوسیس بندری درست کنه، قیمتش هم مف از لخت و بدون آپشنش که 30 میلیون دلار بگیر تا فول آپشن 120 میلیون دلاری. من میخواستم این دونه از اینا بدون آپشنش رو بخرم، اون طایفه یکم بزرگی پارکینگ هم جا نداره. 21 متر طول و بالش هم 13 متر طول. بله جانمش، سرعتش هم خیلی خوب به نظرم، 2098 کیلومتر بر ساعت. بعدی پهباد، بهش میگن شارپ سوارد. ایشون هم مخفی کار سال 2017 رونمایی شد، یه هواپیمای بدون سرنشین جاسوسی و تهاجمی. سوسکی میره سوسکی میاد، میزن دشمن رو خار خفیفشون میکنه. این هواپیما بدون سرنشین که فکر میکنه یه چوسه است، 10 متر طول داره و بالش هم 14 متر طول داره. میگن اینو ساختن که بره کشتی جنگی دشمن رو شناسایی کنه. از اون جالب ترین که واسه سوخت‌رسانی به جنگنده ها درست شده، شیلنگشو میندازه میگه فروک و بنزین بزن. بعدی موشک غارپیمای دایمفرینگ 41، آره همون کامیون دایمفرینگ تو ایران درمز ندارن. نه آموجو، این دایمفرینگ خیلی گنده است. موشک که اینو ساختن نیم ساعته مثل آمریکا، 12000 کیلومتر رو بعضی میگن 15000 کیلومتر برد حرکتشه. 10 تا کلاهک اتمی هدایت شونده هم میتونه هم کنه که اینو بندازه مثلا یه مرد تو پنداگون، تو کاخ سفید، برو تو مجلس سنا رو بزن، یه نقطه زنه. تازه ایسی بگم برگا تو خوش بشه. سرعت لحظه سقوط موشک 30626 کیلومتر بر ساعته. یعنی تا میخوای بفهمی چی شده رفته تو بدون درد خونریزی تزمینی، یک ساعت لازمی که یک کشور رو محو کنه رو کره زمین. 12 متر طول داره، 2.5 متر قطرشه، وزنش هم حدود 80 تن. بعد با چی هم میشه؟ یک کشنده 16 چرخ که قابلیت عبور از هر مسیری رو داره. در حال حرکت یه موشک میزنه زارپ. بعد یه هواپیماست به اسم G10، چند منظور است، و تو هر شرایط آب و هوایی حرکت میکنه. هر چی موشک هست تو این قبول میکنه، خوراکش کوبیدن دشمنه. یه دونه باک اضافه سوختم داره، تازه دو خلبانه تک خلبانه همجورش هم هست. حد اکثر ارتفاعی که میره 18 کیلومتر و نهایت سرعتش هم 2698 کیلومتر بر ساعت. شما بیا اینو بزن، مگه میشه چین دیگه ابرقدرت واقعیشو نمیشه بزن؟ گفتم خلبان، یه دو خلبان تازه دست رفتم افتادیم که تو پادگان اصفهان افتاد و یعنی سقوط کرد هواپیماش. روحش قرین رحمت باشه آمونش. حالا سوال ما اینه که به نظر شما الان دنیا دست چینه یا دست آمریکا یا دست ایران؟ بفرمایید نظرتونو. خداحافظ شما.